سلام بچه ها خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه من احسانم و اینجا استودیوی تایم رسرومه همین اول ویدیو خواستم که ایده بهتون تبریک بگم و امیدوارم که سال جدید براتون پر از اتفاقات خوب باشه خیلی خوش اومدین به این ویدیو بچه ها امیدوارم که شما سال جدید خوب شروع کرده باشین مثل من سرما نخورده باشین ولی حالا من با این سرماخوردگی و گرفتگی صدا ازتون یه معذرت خواهی میکنم و امیدوارم که ویدیویی که دارم براتون آماده میکنم به دردتون بخوره اگه ویدیو به دردتون خورد ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارین و اگه فکر میکنید به درد کسی دیگه هم میخوره براشون بفرستین اگه کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدین پیج اینستا ماها رو هم میتونین فالو کنین پیج من آیدیش احسان کی اگه خواستین فالو کنین اون طریق میتونین با هم بیشتر در ارتباط باشین بچه من امسال کنکور ارشد دادم بچه هایی که کنکور دادن میدونن احتمالا که تا خورداد ماه قرار شده جواب اولیه بیاد و ما توی احتمالا تیر یا مرداد من من دقیق نمیدونم ولی توی اون دو هول و قراره که امتحان عملی بدیم به خاطر همین خب خیلی ماها ها شروع کردیم که آزمون اسکیس آماده شیم و اینا من یه کتابی رو حالا توی شرکت پیدا کردم اسمش آموزش اسکیسه نمیدونم میبینید یا یعنی نه عکسشو براتون میذارم کتاب دکتر صدیق و دکتر سید دکتر سید باقر حسینی نوشت نوشته تعلیف ایناست در واقع این افراد در واقع من کتاب رو یه بررسی کلی کردم جذاب بود موضوعاتی که داشتش داخلش موضوعات خوبی بود میخوام حالا توی این تایمی که دارم تا کنکور عملی تا اسکیسمون هر مطلبی که خوندم همونطور که شاید متوجه شده باشیم مثلا من تا همین یکی دو ماه قبل موضوعاتی که کار میکردم خیلی چیزایی بود که توی به کنکور ارشد ممکن بود بیاد و حالا یه سری هاشم اومد بچه که مثلا کار میکردم ویدیوها رو میدیدن در جرنش هستن حالا میخوام امسالم برم یعنی تو این تایمم خودم چون دارم اسکیس میخونم کار میکنم همینا رو باهاتون در میون بذارم نکات مختلفش رو بگم موضوعی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم بحث هیت بندی فضا هاست ببین این ف... کتاب من یه فهرستی ازش بهتون بگم توی بخش اولش اومده کلا راجع به اینکه اسکیس چیه اونها صحبت کرده ما کم کم به همهشون میرسیم و. یه بخشی داره تو بخش دومش تو دو فصل سوم تکنیک های اسکیس و دیاگرام موضوع سوم هیته بندی این هیته بندی بر من جذاب بود ما معمولا این بابل دیاگرام هایی که میکشیم دیاگرام های حبابی که فضاها رو به هم وصل کنیم سلسله مراتب میچینیم داره میگه که حالا وقتی شما داری سلسله مراتب میچینی بر اساس موضوعات و عملکردهای مختلف باید به چیا دقت کنی یه 20 مورد ازش مثال زده 26 مورد فکر میکنم عنوان کرده بود که من چند تا از اینا رو آماده کردم میخوام راجبشون باهاتون صحبت کنم نکته هایی که الان این هیته بندی فضاها باعث میشه کار ما بهتر بشه توی چیاس. توی اینه که مثلا ما هزینه لوله کشی مون تاسیساتمون کمتر میشه توی اینه که مصالح کمتری استفاده میکنیم انرژی رو بهتر و بهینه‌تر مصرف کنیم این اتفاقات همشون توی پلان و مقطعمون با این هیت بندی ها به چشم میاد و به نظرم برای اون بخش اولی که شما میخواین ذهنتون رو مرتب کنید و طراحیتون رو اصولی پیش ببرین این چیز مفیدیه چیز به درد بخوریه حالا اینکه اصلا چقدر ما توی آزمون اسکیز وقت داریم که اینا رو انجام بدیم و اینا من الان هم نمیدونم خب ولی به مرور هر چقدر بره جلوتر و یاد بگیرم قلقاشو باهاتون در میون میذارم میگم بهتون که چیکار کنیم که مثلا توی اون تایمه به اینا برسیم به این دیاگرام کشیدن به این طراحی کردن بر اساس این دیاگرامه و یه چیزی که مثلا جالب بود برای من توی بخش تحلیل سایت و اینا این بود که آقا چیزایی رو بنویسیم چیزهایی رو کار کنیم که واقعا به چشم میاد یعنی چیزای عامی نباشه که توی طرحمون لحاظ نشده این تیت بندی خب مستقیما قراره که دیده بشه شما بر اساس اون پلانه یعنی در واقع اون دیاگرام اولی حبابیتونه که پلانتون و مقطعتون رو ترسیم میکنید قطعا من میخوام یه 20 مورد یه 27 مورد بود من یه چند مورد از اینو بهتون میگم نکته جذابی داره که با هم بررسیش می‌کنیم. اولین زیر شاخه هیته بندی ها برمیگرده به اولویت دسترسی مثلا فرض کنید میخوان یه سری فضاها مثل رستوران، اسکله، پلاژ و پارکینگ رو کنار یک دریا در نظر بگیریم این که ما دسترسی ها رو به خیابون اصلی و به دریا چجوری برنامه‌ریزی و دسته‌بندی کنیم میتونه یکی از مهمترین هیته بندی ها باشه دومین مورد برمیگرده به تاسیسات فضاهایی که نیازمند لوله کشی آب و فاضلا هستن توی پران و مقتب باید ترجیحاً کنار هم باشن چون که عمر تأسیسات از ساختمون کوتاه‌تره و بعد از مدتی نیازمند اینه که تعمیر بشه حالا فرض کنید توی یه فضای مثل کتابخونه ما فضای تریا و سرویس بهداشتی و کلا بخشایی که نیازمند تأسیسات هستن رو کنار هم دیگه نذاشته باشیم و با فاصله از هم کار, کار کرده باشیم اگر هر کدوم از اینا به مشکل بخورن نیازمند تعمیرات باشن ممکنه فضای اصلی ما مختل بشن و دچار مشکل بشن. سومین نکته هیته بندی برمیگرده به امنیت توی هر فضایی باید قسمت های با ارزش به وسیله سلسله مراتب دسترسی امنیتشون تعمین بشه مثلا همون مثال کتابخونه رو اگر داشته باشیم ما باید اول فضای ورودی بعد لابی بعد سالن مطالعه بعد قسمت روزنامه ها بعد از اون به نشریات و مجلات برسیم و بعد از اون برسیم به مخزن‌های کتابمون کتب مرجع و اینا با سلسله مراتب طراحی بشن تا امنیت بخش مختلف تامین بشه نکته بعدی توی هیت بندی برمیگرده به خشک بودن فضا فضاهایی که ایجاد رطوبت میکنن و فضاهایی که خشک هستن باید با سلسله مراتب به هم دیگه وصل بشن مثلا توی مسجد از سرویس های بهداشتی و وضوخونه که فضاهای مرتوب هستن به فضای حیات میرسیم که یه فضای نیمه مرتوب حساب میشه و بعد میرسیم به شبستان که فضای خشک بنامون هستن نکته دیگه ای که ممکنه تو طراحی بازارها یا فضاهای تجاری بهشون فکر کنیم بحث هیت بندی بر اساس توی هر فضایی باید به این دقت کنیم که بعضی از فضاها قرار تولید درآمد کنن برای ما و حالا همین فضاهای درآمدزا باید از فضاهای کم درآمد جدا بشن مثلا توی نمایشگاه ها یا پاساژ ها یا بازارها بعضی از فضاها پر و بعضی فضاها کم درآمدن هیچ وقت نباید مسیرهای تردد اونها با یک یک یکسان طراحی بشه قسمتی که درآمدزایی بالاتری داره تبادل کالای بالاتری داره پس نیازمندی‌های های بیشتری داره مثل باربری ها دستگاه و خیلی چیزهای دیگه که نیاز به کنترل امنیت هم دارن یا میتونیم یه جور دیگه هم بهش نگاه کنیم مثلا چون اینا تبادل کالای بیشتری دارن نیاز به انبار و فضاهای کمکی بیشتری هم دارن نکته جالب بعدی که میتونیم مخصوصا تو مقطع دقت کنیم هیته بر اساس وزنه هر بخشی از بنا که وزن بیشتری از بقیه داره یا باید توی یه حوزه جداگونه در نظر گرفته بشه یا توی قطعات پایین تر بشه مثلا قراره یه هتل طراحی کنیم استخر با وزن بسیار بالا باید توی پایین ترین بخش هتل قرار بگیره بعد از اون پارکینگ و بعد سالن اجتماع لابی و بعد اتاق خاطر میشن البته دقت کنید که توی بحث ساختمان های بلند مرتبه ممکنه که این مسائل با هم دیگه یه مقدار متفاوت باشن مثلا توی برج های بلند مرتبه استخ توی طبقات بالاتر تره میشه چون موقع رانش زمین آب درون استخ با توجه به خاصیت انرسی نیروی جانبی رو خونسا میکنه نکته دیگه ای که باید توی تبندی فضا دقت کنیم نیازهای حرارتیه بدونه با این مثال کامل بهتون توضیح بدم توی خونه های منطقه سردسیر فضای استبل و آشپزخونه کنار همدیگه زیر مجموعه مسکونی طراحی میشن تا گرمایی که از اون فضاها داره به وجود میاد توی واحدهای مسکونی استفاده بشه برعکس اون توی منطقه های گرم و خوش مثل خونه عباسی ها توی کاشان یا خونه توا توا تو کاشان فضای مطبخ و فضای نگهداری حیوانات در یه حیات مجزا ولی کنار هم دیگه ساخته می شده تا گرمایی که از اونها داره به وجود میاد به فضای مسکونی نرسه در نهایت ما می بینیم که این فضاها دارن متمرکز کار میشن که اگر خواستیم بتونیم از گرماشون استفاده کنیم و اگر خواستیم اونا رو یه جورایی از خودمون دفع کنیم هم باز کنار هم بودن اینا به ما کمک میکنه نکته دیگه ای که توی هیتبندی بندی باید بهش دقت کنیم بحث چیدمان درخت هاست. چیدمان درخت ها میتونه بر اساس موضوعات مختلف باشه. مثلا ممکنه توی یه بنای یه پروژه ای آکس حرکتیمون طراحی کنه یعنی برامون مشخص کنه ممکنه توی یه فضای دیگه برای ما منظره بسازه یعنی یک منظری رو ما خودمون به شیل مصنوعی حالا با کاشت درخت ها یا دسته بندی کردنشون به وجود بیاریم ممکنه توی عملکردها فضاها رو از همدیگه تفکیک کنه هیته بندی درخت ها طراحیشون انتخابشون بر اساس مدل هایی که دارن میتونه یکی دیگه از موضوعات باشه که باید بهش دقت کنیم دقت کنید گفتم که هم توی پلان و هم تو مقطع ما باید به تاسیسات دقت کنیم دسترسی به داکت یکی دیگه از مسائلی که ما باز باید توی تبندی همون بهش توجه کنیم فضاهایی که نیازمند تهویه یا تخلیه هوا هستن توی مقطع بنا باید کنار همدیگه قرار بگیرن تا هزینه ساخت بالا نره و نیاز نباشه که ما تعداد رو بیشتر کنیم یا کانال کشی های پیچیده تری داشته باشیم یه مدل دیگه هیتبندی بندیمون میتونه بر اساس صوت و کنترل محرمیت شنیداری باشه توی این مدل بندی باید اول فضاهایی که ایجاد صوت میکنن و مزاحمت ایجاد میکنن برای آرامش فضا شناسایی کنیم فضاهایی که ساکتن و آرامش بیشتری نیاز دارن رو هم شناسایی کنیم این رو اول جدا کنیم بعد بیایم بر اساس سلسله مراتب و با تدریج این فضاها رو حالا با فضاهای آزاد و پرتردد و شلوغ اینا رو یه جوری به هم دیگه وصل کنیم که دچار اختلاط تو هیچ کدوم از این عمل کرده نشه مثلا یه آنفیتاتی داریم که به عنوان یه فضای ساکت و آرومه توی مرکز کارمون میخوایم رو در نظر بگیریم و بعد به فضای حائل اطراف آمفیتئاتر که میتونه یه فضای نیمه سر و صدا دار مثل یه گالری باشه برسیم و بعد برسیم به فضای بیرونیمون که پرتردد و شلوغه خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین اگه اینطور بود لایک کنید کامنت بذارین ویدیو رو سابسکرایب کنید ویدیو... کانال رو سابسکرایب کنید ویدیو رو برای بقیه افراد بفرستین و اگه خواستین اما حمایت مالی کنید از لینک هامی باشه زیر ویدیو میتونید استفاده کنید دمتون گرم خداحافظ